می‌بندم میبندم که چارت‌ها راحت‌تر دیده بشن بنابراین اگر سوالی دارین آماده داشته باشین که وقتی کامنت رو باز کردم بپرسیم بسیار عالی خب من خیلی صبر نمی‌کنم و بریم به کارهامون برسیم من طبق معمول از چارت بیت کوین میخوام شروع کنم چون میدونم که چارت دوست داشتنی و مورد علاقه هم هست اتفاقی که در روی چارت بیت کوین افتاد توی چند وقت اخیر خب این خط بنفشنگمون که دیگه فکر کنم معروف شده همه جا به عنوان خط بنفش بردیا آقای که دوستمون میگفت ولی خب این خط بنفشمون قطعا توی بازی اومد توی چند روز گذشته برخورد و بهش داشتیم توی این یکی نمودار اگه یادتون باشه حتی یه کپی ازش گرفتیم از این خط بنفش و گفتیم که این ناحیه ای که اینجا ایجاد کرده چطور مقاومت ایجاد کرد اما بعد از اون و با شروع هفته جدید یعنی از دوشنبه به این ور که نگاه بکنیم قیمت پول بک داشت اصطلاحا بازگشت داشت از حدود 43000 دلار کمتر از 43000 دلار رسیده بود بازگشتی داشت به هولوش 37 من موقعی که به در واقع خط بنفشم رسیده بودیم گفتم اولین کاری که شما باید بکنید وقتی پول بک آغاز میشه اینه که یک فیبوناچی اضافه بکنید به چارتتون و ابزارش تو تریدینگ ویو هست تقریبا تو هر پلتفرمی که کار بکنین فیبوناچی هست درسش هم دادیم توضیحش هم دادیم و خیلی جالب بود که این بازگشت و این شکست این خط روند سفید رنگی که یادتون ای باشه اینجا داشتیم فعلا حداقل منتهی شده به پول بکی به 61 و 8 خب اولین اولین که نه ولی به یکی از سطوح فیبوناچی مون رسیدیم و چقدر دقیق فعلا بازگشت داریم میبینیم. البته هنوز این نشونه یک حرکت جدید نیست بیایم توی نمودار ساتوشی بریم توی تایم فریم های پایین تر تایم فریم دو ساعته من این خط رو اضافه کردم این خط روند به سمت پایین رو این یکی قله اول خیلی در نظر نگرفتم چیزی که داشتم نگاه می کردم یکی اینجا بود یکی اینجا و یکی این دو تا قله آخر و این وسط خلاصه یک خط حدودی کلا حالا اینو رو بیشتر روی کلا توی تحلیل تکنیکال یک کمی باید آسانگیرتر باشه خیلی سختگیری نکنید آقا این خطه تا اینجاش خورد این خطه دو سنت بالاتر رفت این خطه یه دلار پایینه ولش کنید به این فکر نکنید به این فکر کنید که اکشن و اون رفتار قیمت چه اتفاقی داره بسش میفته آیا قیمت داره در واقع پر به خط ها واکنش نشون میده یا داره بهشون احترام نمیذاره مثلا توی این خطی که الان کشیده کشیدیم و دیروز هم گذاشته بودیم دیروز یا امروز نمیدونم Uh, خب خط مهمی بود چرا چون وقتی که شکسته شد اولین اتفاقی که افتاد یک حرکت پرقدرت بود چند تا کندل پر، پرقدرت تا فریم دو ساعته از اول تو هر تایم فریم میتونید ببینید اگر توی یه ساعته راحت تر هستید اگر روی چهار ساعته راحت تر هستید فرق نمی به هر حال خط دیده میشه و دقت کنید که چقدر زیبا این خط روند که شکسته شد خط روند قدیمی ترمون که شکسته شد بذارید من کمی خلوت کنم خط روند قدیمی تر اون که شکسته شد وارد یک روند جدید شدیم دوباره یکی شکسته شد الان قراره وارد یک روند جدید بشیم یک کمی زود الان برای اینکه بخوایم خط روند بکشیم چون کلا هفش تا کندل سبز یه ساعته پای سر هم داشتیم خیلی خط خاصی نمیشه پیدا کرد اینجا اما میشه تقریبا با اطمینان گفت که این خط روند قبلیمون اون خط مهمی بوده چون شکستش پرقدرت بوده اما چی میشه انتظار داشت از اینجا؟ خب اینجا وارد یک ناحیه در حال فشرده شدن هست شدیم. چه ناحیه ای؟ یکی این خطای بنفشی که از بالا دارن میان و یکی این حمایت 37 هزار دلاری که از پایین داره میاد. خب؟ و اینکه همین الان به تازگی یک خط روند رو شکستیم به سمت بالا. شکست خط روند ها اغلب همیشه نه اغلب با چی همراه؟ با پولبک یا با تست نقطه شکسته شده میتونه اینجا باشه میتونه اینجا باشه من کمی بیشتر از اون کنم بهتر ببینید میتونه بیاد اینجا میتونه بیاد اینجا اما اینکه این که این, این یه حالتشه پس یه حالت پولبکه من اینجا یه خط خیلی کم رنگم دارم اجازه بده یه کمی پر رنگش کنم بهتر دیده بشه یه مقاومت خیلی کم رنگ کجا دقیقا روی روی 39600 چرا کشیدمش چون که اینجا مقاومت دیدم دو تا. اینجا حمایت دیدم و اینجا هم مقاومت دیدم منطقیه که بگیم آقا میتونی جابجاش کنی بیاریش دقیقا روی 40000 دلار عدد روند ولی خیلی فرق نمیکنه دوباره میگم اینها همه ناهی است اینا هیچ کدوم خط مطلق نیستن و منزل نیستن برحال خب از این خط پس اول... اولین امکان پول خب فولبک یا به 38800 یا حتی پایین تر به 37500 اما توی کریپتو ثابت شده که بعضی موقع ها 20 درصد مواقع یعنی 80 درصد مواقع حرکات با پولبک همراه میشن اینجا دیدیم حرکت بزرگ پول پولبکش رو داریم میبینیم پول از یک و هم و به سمت بالا این ور هم به سمت بالا هم همینه اغلب مواقع وقتی شکست های اتفاق میفتن از خطوط روند معمولا با یک پول بگ هم راه میشن میگم به 38 به 37 پجا میتونه برگرده اما در 20 درصد مواقع این پول بک ها خیلی کم دیده میشن یا دیده نمیشن به هر حال دوباره کماکان حرفای قدیمی من سر جاشه کماکان خطوط بنفش اینجا بالا سرمون هستن هنوز به شخصه دنبال پوزیشن لیوریج داره بالا نمیگردم پوزیشن های اثبات بارها بارها گفته بودم این تایمی که اینجا بودیم تایمی که زیر 35 تا به سر می بردیم. واقعا جایی بود که ارزش دادن، ارزش خرید داشت حراج جالبی بود اما خب بیایم برخلاف ویدیوهای همیشگیمون که همینجا فقط راجع به بیت کوین صحبت می‌کنیم تمام میشه بیایم یه کمی راجع به اتریوم ارزهای دیگه صحبت کنیم میدونم که خیلی خیلیاتون مشتاق هستیم بشنویم من بارها بارها پیام‌های دیدم بر مبنای اینکه آقا دامیننس رو تحلیل, تحلیل کنین اتریوم رو تح... تحلیل کنید بقیه ارزهایی که قبلا نگاه میکردیم چندان بی ام بی کاردانو و غیره رو نگاه کنیم بریم از دامیننس شروع بکنیم من اول یک جمله تکراری رو بگم ببینید دوستان بازار کریپت هر, بازه، هر دست بازارهای. دست بازار هر دسته بازارهایی مثل دسته بازار منظورم مثلا کریپتو یک دسته از بازارهای مختلفه یک دسته از بیت کوین اتریوم غیره غیره غیر. و مثلا فلزات فلزات هم دسته ای از بازارهای مختلف طلا نقره مس، مثل پلاتینیوم نیکل بازارها وقتی میخوان که حرکت این پاس بکنن حرکت پرقدرت بکنن در اغلب مواقع این حرکت‌های پرقدرت به سمت بالا با کی شروع میشه با سنگین ترین قطعه شروع میشه با پر مومنتوم ترین و پر تکانه ترین قطعه شروع میشه با اونی که مارکت کپش بیشتره شروع میشه یعنی چی یعنی توی بازار مثلا فلزات وقتی که قیمت قرار حرکت بکنه به سمت بالا به با هر دلیلی حالا این دلیله میتونه اقتصادی باشه میتونه سیاسی باشه میتونه ژئوپلیتیک باشه وقتی حرکت شروع میشه اول سنگین ترین حرکت میکنه مثلا توی فلزات اول طلا حرکت میکنه و بعدش به دنبال اون اونایی که کوچیک تر هستن مثل مثل نیکل و مثل سایر فلزات را میفتن مثل مس مس با تاخیر را افتاد توی سال 2020-2021 ببینیم قشنگ تاخیر چند ماهه مشخصه این داستان توی کریپتو هم وجود داره ولی خب توی کریپتو همه چی سریعتر اتفاق میفته چیزی که توی بازار طلا توی 6 ماه اتفاق میفته توی بازار کریپتو توی 6 هفته اتفاق میفته توی 6 روز اتفاق میفته و خب ولی داستان همونه کماکان اولین حرکت حرکت بیت کوین هستش به عنوان بزرگترین در واقع انتیتی بزرگترین مارکت کپی که وجود داره بعد از اون آلت کوین های بزرگ مثل اتریوم مثل اونایی که مارکت کپ های بزرگ دارن هشت مار... مارکت کپ اول حرکت میکنن و بعد از اون کم کم, کم اسمالر کپ ها و در واقع با... کوین های کوچیک تر راه میفتن این یه نگاهه یه نگاه دیگه که میتونیم ببینیم در واقع این نوع حرکت رو میشه رفتار حرکت رو میشه دنبال کرد اینه که ببینیم دست بندی این کوین ها به چه شکلی هست یه سری از کوین ها کوین های لندینگ هستن کوین های قرض دادن هستن مثل کامپاند مثل به خاطر چند تا کوین دیگه هم هستن که کارشون اینه که لیکویدیتی ایجاد بکنن و بتونن مردم قرض بگیرن اصلا. اینها در یه زمانی حرکت میکنن کوین هایی که بین شبکه ای هستن مثل کاردانو مثل پولکاداد یک با هم معمولا هر میکنن یک سری کوین های قدیمی تر مثل اتریوم کلاسیک مثل لایت کوین اینا دوباره با هم یک دسته ای هستن که با هم حرکت میکنن و معمولا همزمان نیست میشه این شکلی تعبیرش کرد لزوما این شکلی نیست اما این شکلی میشه تعبیرش کرد که یک پولی وجود داره پول گنده وجود داره که هی داره بین اینها جابجا میشه واقعا اینطور نیست اما میگم این شکلی میشه تعبیرش بسیار خوب بریم به دامیننس برسیم دامیننس بیت کوین رو آخرین باری که ما دیده بودیم چیکار کرده بودیم این مثلث رو براش کشیده بودیم یادتونه مثلثی که زل بالاش روی 48 بود و این زل پایینش از چهل شروع میشد به سمت بالا و خب گفته بودیم که اگر حرکت بیت کوین با... اگر با این چیزی که گفتیم این تئوری که گفتیم درست باشه یعنی اگر اول از همه توی بازار سعودی قرار بیت کوین حرکت بکنه بعد بقیه دنبالش بیفتن چه معنی روی دامیننس میده معنی روی دامیننس این خواهد بود که یک حرکت با سمت بالا روی دامیننس خواهیم داشت بعد سقوط دوباره چون بعدش دوباره آلت کوین ها میرسن دقت کنید مقدار حرکت آلت کوین ها آلت کوین ها میگم از اون همشون ها. اتریوم کاردانو هیچ همشون هر چیزی که بیت کوین نیست مقدار حرکت آلت کوین ها معمولا خیلی بیشتره از مقدار حرکت بیت کوین درسته چرا چون سایزشون کوچیک چون تکانشون کمتره. صحبت کرده بودیم راجب پس در نهایت امر وقتی قیمت ها به اوج برسن هم بیت کوین هم آلت کوین ها به اوج برسن به اون قله برسن آلت کوین ها خیلی جلوتر خواهند بود پس در نتیجه دامیننس خیلی پایین تر خواهد بود حتی اتفاقی که در سال 2017 افتاد فلیپینگ ممکن اتفاق بیفته فلیپینگ یعنی چی فلیپینگ یعنی اینکه مارکت کپ اتریوم بالاتر از مارکت کپ بیت کوین بره و میره اصلا چیز عجیبی نیست میره برمیگرده راجبش حرف میزنیم وقتی اتفاق بیفت خب پس چیزی که رو دامیننس میبینیم فعلا یک نگاه اینه که این مثلث رو ببینیم مثلثی که فعلا یک شکست ناموفق داشته یک شکستی وجود داشت بیت کوین توی این ده روزی که خیلی قوی حرکت کرد اینجا رو شکست اما الان چه اتفاقی افتاد الان آلت کوین ها دوباره به دنبالش اومدن و این باعث شد که برش کردین رو روی این خط نگاه دیگه اینه که این خط خیلی کمرنگ رو من بیام دوباره پر رنگش کنم و این کانال رو با هم ببینیم این خط دقیقا به مواز... موازات این خطه خب و بذاریمش یه همچین جایی میشه اینجا گذاشت میشه اینجا بذاریم این کانال رو با هم ببینیم رو به بالا ببینیم کی شکسته میشه به سمت پایین این این موجی که من اینجا کشیدم به این معنی که تا اینجا تا مثلا 56 درصد یا هر جای دیگه میاد بالا من شکل حرکتیشو میگم یه حرکت رو به بالا و یه حرکت رو به پایین روی دامیناست پیش بینی میشه خیلی سوال میپرسن آقا من بخوام طولانی مدت نگه دارم چی نگه دارم بیت کوین نگه دارم آلت کوین نگه دارم واقعیتش اینه که من که اگر از من بپرسین من که میگم بیت کوین اصلا هیچ حرفی توش نیست شما اگر نمی... اگر دارین این سوال رو میپرسین یعنی باید بیت کوین نگه دارید اگر که اطلاعات کافی جمع بکنید راجع به یک ارزی راجع به مثلا کاردانو برید بخونید نه اینکه حرفای منو یکی دیگه رو گوش بدین بگین رفتم تحقیق کردم نه برین خودتون بخونید خودتون تا جایی که میتونید اطلاعات جمع بکنید نظرات مختلف رو گوش بدید ولی به هیچ کدومشون اعتماد نکنید نگیم به خاطر نظر کسی کاری نکنید و برید دیار... چند تا ارز در بیارید آقا من ده تا ارز رو رفتم. رو کامل کامل تحقیق کردم و معتقدم که اینها پروژه هایی هستن که ده سال دیگه هم پا بر جن. خیلی سخت این کارا خیلی وقت گیره. چند ماه ممکنه وقت بگیره ازتون این کار کاری نیست که امروز صبح شروع کنید تا شب ده تا ارز در آورده باشین نه اگر این کار رو کردید شاید فکر خوبی باشه که درصدی از پورتفولیوتون رو بیارین روی این دوباره پیشنهاد من اینه که تا حد امکان بخش بزرگی از پورتفولیوتون رو بیت کوین تشکیل پورتفولیوی کریپتو همه پولتون نه فقط پولی که توی کریپتو دارین بهتره که بخش بزرگیش رو بیت کوین تشکیل بده اگر نمیدونید دارین کار میکنین اگر خیلی تحقیق کردین میدونید کار میکنین خیلی هم باید.